برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. روز جهانی کتاب یک رویداد سالانه است که در 23 آوریل هر سال برگزار می شود. این روز توسط سازمان یونسکو نامگذاری شده است. در سال 1995 یونسکو تصمیم گرفت که روز جهانی کتاب و حق نشر در این روز جشن گرفته شود. ایده اعلام این روز به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف اولین بار در کاتالونیا در کشور اسپانیا نشأت گرفت. آنجا در روز 23 آوریل به ازای هر کتاب که فروخته می شود یک شاخه گل رز به خریدار کتاب هدیه داده می شود. مقام‌های امنیتی گزارش دادند که نیروهای لبنانی حدود 50 سوری را ظرف دو هفته اخراج و به کشورشان بازگرداندند. به گفته مقام‌ها حدود 2 میلیون آواره سوری در خاک لبنان زندگی می‌کنند که بیش از 800 هزار نفر از آنها در سازمان ملل ثبت شدند. بر اساس گزارش بانک جهانی، لبنان از سال 2019 شاهد بحران اقتصادی است که بدترین بحران در تاریخ معاصر است. پژوهشگران دانشگاه بیرمنگام در مطالعه جدیدشان اظهار کردند رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات می تواند خطر سقط خود به خودی را 61%، یعنی تقریبا تا 2/3 کاهش دهد. متخصصان بر این باورند که غذاهای ضد التهابی می توانند به حفظ یک بارداری سالم کمک کنند. کارشناسان بر این باورند که غذاهای ضد التهابی و آنهایی که سرشار از آنتی اکسیدان مانند میوه‌ها، سبزیجات و غلات سبوسدار هستند می‌توانند به حفظ یک بارداری سالم کمک کنند. امیت شاه وزیر تعاون هند به تازگی گفته که در صورت پیروزی در انتخابات ایالت تلنگانا در اواخر سال جاری امتیازات مسلمانان را قطع خواهد کرد. این اظهارات وی علیه مسلمانان با واکنش‌های گسترده در هند مواجه شده است. اسدالدین اویسی رئیس اتحادیه مسلمانان هند به این اظهارات وزیر تعاون واکنش تند نشان داده است. بیانیه امیت شاه در حالی بیان شده که تلنگانا برای انتخابات مجلس در اواخر سال جاری آماده می شود. این در حالی است که اخیراً فشارها و اقدامات گروه‌های ملی‌گرای هندو علیه مسلمانان در اکثر نقاط این کشور رو به افزایش بوده است. سوم شوال برابر است با سالمرگ متوکل دهمین خلیفه عباسی. متوکل عباسی دهمین خلیفه عباسی بود که نزدیک به 15 سال حکومت کرد و در سال 236 قمری دستور داد حرم مطهر امام حسین علیه السلام را ویران کنند و خانه‌های اطراف آن را با خاک یکسان سازند و در آن زمین‌ها کشاورزی کنند. حکومت متوکل همزمان با دوران امامت امام هادی علیه السلام بود. متوکل در سال 247 قمری پس از 14 سال و 10 ماه خلافت در سن 40 سالگی به دست فرزندش منتصر کشته و در قصرش دفن شد.